خدمت شما شاگردای عزیز امیدوارم که جور باشین و با برنامه آموزشی درس کیمیا از مکتب هادی خوش آمدید امروز درس سوم از فصل چهارم کیمیای سنف نهم رو در خدمت شما عزیزان هستیم دو سفیر و 780 255 چهیل سزده نمبر ارتباطی برنامه مکتب است که از طریق میتونید در فضای مجازی با ما ارتباط بگیرید. موضوع این فصل در رابطه با عناصر مهم زندگی است که در درس قبل در رابطه با عنصر های هیدروژن و اکسیژن با هم کار کردیم. اهداف درسی که ما و شما کار کنیم با هم در رابطه با عنصر نایتروژن است. با شما کار خواهیم نمود که نایتروژن دارای چه خصوصیات و ویژگی های است و همچنان در رابطه با استحصال نایتروژن و در آخر هم در رابطه با استعمال نایتروژن با هم کار خواهیم نمود. با شروع درس امروز با من همراه باشید. و اما عنصر نایتروژن که از جمله عناصر مهم در زندگی روزمرگی ما شما هست در جدول دورانی در کجا قرار گرفته است؟ همانطور که در شکل مشخص شده است شاگردا انصور نایتروژن در گروپ 15 قرار گرفته است که در قشر ولانسی خود دارای 5 تا دا الکترون می باشد که برای که به آرایش 8 تایی اکتید برسد کافی است که 3 الکترون را دریافت کند که با 5 الکترون آن جمع شود و به آرایش 8 تایی برسد. همچنان در جدول دورانی شما مشاهده می کنید که انصار نایتروژن در دوره یا تناوب دوم قرار گرفته است. پس این را باید داشته باشید. در بدن انسان علاوه بر انصارهای اکسیژن و هایدروژن انصار نایتروژن هم به طور طبیعی وجود دارد که مقدار فیصدی آن 3 فیصد می باشد که انصار نایتروژن در بدن ما و شما وجود دارد. انصار نایتروژن به صورت مرکبات در انواع غذاها یافت می شود. از جمله انواع گشت ها، گسفن، گشت گسفند، گشت مرغ، گشت ماهی و همچنان در پروتین ها و تخم مرغ هم انصار نایتروژن به صورت مرکب یافت می شود. و در غذاهای دیگه از جمله شیر، پنیر و همچنان نخود و لوبیا هم انصور نایتروژن به صورت مرکب وجود دارد که پس بنابراین یک انصور بسیار مهم می باشد. علاوه بر بدن انسان که انصور نایتروژن موجودیت دارد در هوا هم این انصور وجود دارد. مقدار آن یا فیصدی آن 78 فیصد می باشد که بیشترین مقدار انصور تشکیل دهنده هوا را انصور نایتروژن دارد. بنصور نایتروژن از هم گفته می شود از شاگرت ها ما نایتروژن را در درس کیمیا به نام از هم میشناسیم که یک گازی هست کاملا بیرنگ، بیبو، غیر قابل اشتعال و همچنان به اثر می باشد و یک گازی است که غیر فعال هست چون غیر فعال و به اثر می باشد و سخت وارد تعاملات کیمیاوی می شود به همین خاطر ما به آن گاز از ازوت یا به معنای گاز تنبل هم میگیم فرمول مولکولی آن N2 است که از کنار هم قرار گرفتنی یا تشکیل شدنی دو اتم نایتروژن به این صورت تشکیل شده است با ساختار لویس اندو 2 یا نایتروژن مولکول نایتروژن دقت کنید در قسمت در ساختار لویس آن شما مشاهده میکنید که یک رابطه سگانه ما دو اتم نایتروژن است و بالای هر کدام از اتم نایتروژن یک جوره الکترون هم قرار گرفته است. اگر تعداد الکترون ها را محاسبه کنید می بینید که در اطراف هر اتم نایتروژن شاگردا به طور مجموع هشت الکترون قرار گرفته است. چون قشر الکترونی اتم نایتروژن کاملا از الکترون پر شده هست به همین خاطر است که بسیار سخت وارد تعاملات کیمیاوی می شود. درست است که اتم نایتروژن به سختی وارد تعاملات می شود اما در لبرتوارها تحت فشارهای بسیار زیاد و در حضور کتالیست های مختلف انصار نایتروژن می تونه که تعاملات را انجام بده. از جمله تعاملات بسیار مهمی که انصار نایتروژن می تونه داشته باشد تعامل نایتروژن با هیدروژن و همچنان تعامل نایتروژن با عنصر مگنزیم هست که هر کدام از تعاملات را بر روی تخت سیاه با هم یک جای کار میکنیم و نوشته میکنیم یک تا از تعاملات مهمی که عنصر نایتروژن با هیدروژن در محیط لبراتواری تحت حرارت فشار زیاد و در حضور کتالیس انجام میتن به این صورت است این دو گاز نایتروژن با مولکولی هیدروژن یا گازی هیدروژن است در اثر تعامل گاز نایتروژن و هیدروژن مولکولی امونیا تولید می شود NH3 خب معادله را اگر توضیح کنید در طرف چپ معادله دو اتم نیتروژن است و در طرف راست یک تا سب. پس یک ذره بی دو در این قسمت باید قرار بدیم تعداد اتم های هایدروژن رو دقت کنید دو ضربی سه می شود شش پس در قسمت هم یک ضربی سه باید قرار بدیم که سه ضرب دو شود شش تعداد اتم های هایدروژن توزین شود پس یک تا از تعاملات بسیار مهم که نیتروژن می تواند داشته باشه با اتم یا مولکول هیدروژن است که منجر به تولید امونیا می شود که از آمونیا با عنوان سرد کننده یخچال ها نیز استفاده می شود سرمایی که شما در یخچال ها احساس می کنید به خاطر وجود مولکول امونیا است تعامل دیگه که می تانه اتم نایتروژن داشته باشد تعامل با فلز مگنزیام است که این دو وارد تعامل می شود با فلز مگنزیم ام جی. محصولی که برای ما تولید می شود ام جی این که یک ذریب سه در این قسمت قرار می یک ذریب دو هم در این قسمت دقت کنید ضریب هایی که در قسمت تحتانی هر سمبل قرار می گیرد مربوط به چارچی هر کدام می باشد ضریب دو چارچی Mg است که مثبت دو است ضریب سه چارچی N است اتم نیتروژن است که منفی سه است که در فرمول نویسی جای به جای شده است خب معادله رو توازن کنیم در سمت راست معادله سه اتم مگنزی هم وجود دارد پس یک ذره سه هم باید در این قسمت قرار بتیم تعداد اتم نایتروژن دو تا است در سمت راست در سمت چپ معادله هم دو تا است که تعداد آن با هم مساوی است پس دومین معادله بسیار مهمی که اتم نایتروژن علی رغم که سخت وارد تعاملات می شود تعامل نایتروژن با مگنزیم هست که هر کدام از تعاملات در محیط لابوراتوری در حضور گرما و حرارت یا کتالیست ها انجام میپذیرد. علاوه بر اینکه که اتم نایتروژن در مواد غذایی به صورت مرکبات یافت میشود، در صنعت و زراعت هم اتم نایتروژن به صورت مرکب یافت می شود. مثال هایی که برایتان آورده شده است تیزاب شوره است با فرمول مولکولی HNO3 که در ساختار آن اتم نایتروژن موجودیت دارد. از تیزاب شوره که یک مرکب نایتروژن می باشد در صنعت زراعت در کودهای کیمیاوی برای رشد و نمو نباتات استفاده می شود. یا مرکب دیگر را دقت کنید مرکب نقره نایتریت است که در فرمول آن agno اگر دقت کردید دقت کرده باشین اتم نایتروژن موجودیت دارد. از این مرکب نایتروژن در صنعتی طب و پزشکی استفاده می شود برای ضد عفونی کردن زخم ها که یک زیدی کننده بسیار قوی و مهم می باشد. پس از کاربورد نایتروژن، مرکبات نیتروژن در صنعت و زراعت هم شما یاد گرفتین که در کجاها استفاده می شود. تا اینجا شما یاد گرفتی شاگردا ما شما یاد گرفتیم که خصوصیات و ویژگی های نایتروژن چی است. در ادامه می خواهیم با هم کار کنیم که چه قسمی ما می نیتروژن را در محیط های لبراتواری استحصال کنیم در ادامه با ما همراه باشید. و اما استحصال نایتروژن که چه قسمی ما میتونیم نایتروژن استحصال کنیم؟ همونطور که در ابتدای درس برایتان گفته شد شاگردان نایتروژن حدود 78 فیصد حجم هوا را دربر بر میگیرد و در مقایسه با اتم اکسیژن مقدار فیصدی نایتروژن بسیار زیاد میباشد به همین خاطر یکی از روش های استحصال نایتروژن تقطیر هوای مایع می باشد که هوای مایع را به داخل یک محسن قرار می و با کمک عملیه تقطیر با توجه به متفاوت بودن نقطه قلیان هر کدام از اجزای تشکیل دهنده هوا می اجزای آن را که از جمله مولکول نایتروژن می باشد را جدا کنند پس روش اول برای استحصال نایتروژن تقدیر هوای مایع می باشد. دومی روش برای استحصال نایتروژن تجزیه امونیم نایترایت می باشد. که در این عملیه شاگردان خوب دقت کنید که در تصویر زیر هم برای شما نشان داده شده است. مخلوطی از محلول های سودیم نایترید و همچنان امونیم کلوراید با هم یک جای می شود و داخل یک بالون قرار داده می شود و وقتی که این دو ماده با هم یک جای می شود وارد تعامل می شود و مرکب امونیم نایتراید تولید می شود. مرکب امونیم نایتراید توسط حرارت تجزیه می شود به مولکول نایتروژن و همچنان یک مقدار آب هم تولید می شود. معادله تجزیه امونیم نایتراید را بر روی سیاه با هم نوشته میکنیم خب تجزیه امونیم نایتراید فرمول مولکول امونیم نایتراید NH4 NO2 است که وقتی که تجزیه می شود توسط حرارت و گرما مولکول های نایتروژن تولید می شود و همچنان یک مقدار مولکولی آب معادله را اگر توزین کنید قسمی می شود تعداد اتم نایتروژن در سمت چپ معادله دو تا است در سمت راست هم دو تا است پس تعداد آن با هم مساوی است تعداد اتم های نایتروژن در سمت چپ معادله چهار تا است در سمت راست معادله دو تا است پس باید یک ضریب دو برای مولکول قرار بدیم که تعداد اتم های ناتروژن دو ضرب دو شود چهار تا و با هم مسا... مساوی شود. تعداد اتم های اکسیژن در طرف چپ معادله دو تاست تا در طرف راست معادله دو تاست تا پس با قرار دادن یک به دو برای مولکول آب معادله توزین شد. معادله تجزیه امونیم نایتریت بسیار مهم است که باید شاگردان یاد داشته باشین که یکی از روش های استحصال نایتروژن است. خب تا به اینجا با روش های استحصال نایتروژن آشنا شدید. در ادامه می خواهیم با هم کار کنیم که نایتروژن در کجاها در زندگی روزمرگی ما شما استفاده می شود. اگر یادتان باشد در کودهای کیمیاوی ما از عناصر مختلفی برای رشد و نمو نباتات استفاده میکردیم و مورد استفاده قرار می گرفت. از جمله عناصر عناصر نایتروژن می باشد. عناصر نایتروژن از جمله عناصری است که در رشد و نمو نباتات بسیار مهم است. از جمله کاربردهای دیگه که مرکبات نایتروژن دارد در ساخت باروت ها و مواد منفجره است. که از مرکب تیزاب شوره که فرمول مولکولی آن HNO3 هست استفاده می شود. از دیگر موارد استعمال نیتروژن موارد زیر می باشد که برای تان توضیح می تیم. در عکاسی از مرکبات استفاده می شود به نام نقره نایتریت که فرمول مولکولی آن AgNO3 است که در در پیشتر برایتون توضیح داده شد همچنان از مرکبات نایتروژن به خصوص امونیا که NH3 می باشد برای تهیه یوریا در صنعت زراعت برای کودهای کیمیاوی استفاده می شود و همچنان از دیگر مصارف امونیا که از مرکبات نیتروژن هست در یخچال ها به عنوان سرد کننده یخچال ها هم استفاده می شود. خب درس امروز ما به اینجا به اتمام رسید امیدوارم که درس خوب یاد گرفته باشین و اما جنبندی درس امروز امروز ما و شما در رابطه با نایتروژن صحبت کردیم که در کجا قرار گرفته در موقعیت جدول دورانی و در بدن انسان که 3 فیصد از حجم بدن را از کتله بدن را انصور نیتروژن تشکیل داده است 78 فیصد آن که حدودی 3 بر 4 حصه هوا می باشد را انصور نیتروژن تشکیل داده است همچنان در رابطه با استحصال نایتروژن یاد گرفتیم که به دو طریقه ما می تانیم نایتروژن را استحصال کنیم تجزیه ای امونیم نایتروید و همچنان تقدیر هوای مایع در رابطه با استعمال نیتروژن با هم کار کردیم که در کجاها در نباتات و همچنان در ساخت مواد منفجره در سرد کننده یخچال ها و همچنان در صنعت عکاسی ما از مرکبات نایتروژن استفاده میکنیم به و نایتروژن در درس کیمیا ازوت هم می این رو هم یاد داشته باشین و به ذهنتان بسپارین امیدوارم که درس خوب یاد گرفته باشین شما را به خداوند بزرگ میسپارم خداوند یار و نگهدارتان باشد